امروز اولین جلسه کمیته بهینه‌سازی انرژی در کمیسیون انرژی تشکیل شد و بیشتر سرفصل‌های موضوعی رو در حال احصا هستیم برای اینکه بتونیم برای 2 سال آینده و متقابلاً برای 4 سال آینده اهدافی رو که در کمیسیون انرژی در حوزه بهینه‌سازی بایستی پیگیری بشه و مباحثی که مطرح هست و خروجی‌هاش قراره برای اصلاح ساختارهای مصرف انرژی در کشور به کار بره رو تشکیل دادیم و امیدوار هستیم که بتونیم زودتر نتیجه بگیریم از این فرایند، چون شرایط مصرف انرژی در کشور اصلا جالب نیست و ما شدت مصرف انرژیمون چه در حوزه برق و چه در حوزه گاز و ناترازی هایی که نتیجه این پرمصرفی برای ما ایجاد کرده داره صنعت ما رو در تمام محورها آسیب جدی میزنه و ما نگران هستیم که درگیر یک فقر مزمن در حوزه اقتصاد و در حوزه صنعت بشیم. میخوام یه مقدار عقب‌تر برم، ذهن دوستان رو به این معطوف بکنم که شاید مصرف انرژی توی خیلی از موضوعات جامعه تأثیری پیدا میکنه. فرض بفرمایید که امروز به یک فردی در منطقه رباط کریم یک واحد هم دادیم، این فردی که میخواد بیاد و تهران کار بکنه، وقتی که متاسفانه از طرف دولت فقط برای کم کردن مصرف انرژی در طول تابستان ساعت کاری رو میکنن 6 صبح 4 صبح، چطوری باید بلندشه از توی درواقع رباط کریم بتونه خودش رو برسونه تهران؟ پس این موضوع انرژی میخوام بگم اینقدر مهمه که روی ترافیک، روی اشتغال و تمام این دستی بزن. ما امروز اولین جلسه کمیته بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی رو در کمیسیون انرژی اتاق ایران برگزار کردیم. این اولین جلسهش بود و از دوستان دعوت کردیم برای اینکه برنامه‌های 2 سال آتیمون رو انشالله تدوین کنیم در این زمینه. یکی از اولویت‌های اصلیمون بحث ساختمان است، برای اینکه یک برنامه بزرگ نهضت ملی در دست دولت هستش که میخواد این رو به نتیجه برسونه و متاسفانه قراردادهایی داره بسته میشه و ساختمانهایی داره دوباره بر منوال سابق داره ساخته میشه که این معضل لااقل انرژی رو و آلایندگی رو برای ما بسیار زیادتر از فعلا و فعل خواهد کرد و ما داریم برنامه‌ریزون اولین اولویت مرالبتی ساختمان است و برای همین روم احصای ماده 12 و بعد همینطور استفاده از مشوق‌های مالی دیگه برای کمک‌های مالی و همچنین برنامه‌ریزی برای تبیین شاخص‌های ارزیابی این موضوع در دست تدوین داریم توی این کار. ببینید، هم با مرکز تحقیقات هم الان دیدید از شهرک‌های صنعتی اومده بودن، با وزارت سمت داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم، هم با سازمان برنامه بودجه کمیسیون های مختلفی رو داریم، یعنی در کنار این کمیته کمیسیون های دیگری هم هستند که دارن این فعالیت رو راهبری میکنن که نتیجه بخش باشه و انشالله نتیجه بگیریم. قطعا همینطور است و باید تعامل ایجاد کنیم و البته ما مطالبات خودمون رو و بعد برنامه های خودمون رو و محتوایی که تولید میکنیم و ارائه میدیم، حالا انشالله که اونها هم استفاده خواهند.